با اینکه 10 سال ایران چند سال ایران نبوده، اما انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و انگار که زمان خیلی زیادی نگذشته. خاطرم از سایپا که بودم بازیکنای خیلی خوبی تربیت کردم، همون اسمایی که گفتن کاوه رضایی، سجاد شهبازاده، ترابی، اینا موقعی که من سرمربی سایپا بودن جوانایی بودن که ما آوردیم تو فوتبال و خیلی خوشحالم که اینا بازی میکنن. خیلی خوشحالم که اونا هنوز دارن بازی میکنن، بعضیشون هم تو تیم ملی هستن، نشنال تیم دارن بازی میکنن. چون زمان که سوال مهم بپرسن، شما مربی تیم ملی فوتبال ایران بودید دستیار آقای علی دایی. You were national team of Iran with Ali Dayi. Let us know about the memory of that time, if you have any memory. من خیلی خوشحالم با افتخار اون موقع مربی تیم ملی ایران بودم کنار علی دایی و اوقات خیلی خوبی رو داشتیم اونجا در تیم ملی، تا اینکه بعد از اونجا رفتم سپاه. یه با اینکه من اون نسل طلایی مثل علی دایی، کریم باقری از دوستای خوب من میشستم، اما این نسل خیلی نسل بهتریه، خیلی پتانسیل بیشتری داره، خیلی نسل خوبی. میگه خب ما بازیکنامون اکثرا جوونن، یه مدتی که تعلیق بودیم نبودیم، برگشتن اومدن یه نسل جوون و بازیکنای جوونی آوردن، علاقمندن که زیر فشار شلاق حملات ایران اینا تیم در واقع آب دیده بشه، شلاق بخوره، و ما امیدواریم بعد از این مقطعی که از زمان بازی میگذره خودمون رو اداپت کنیم و تطبیق بدیم به بازی و برگردیم و کیفیت خوبی ارائه بدیم. سوال مهمم در مورد علی داییه، با آقای دایی کار کردن؟ چرا فکر میکنم اون تیم ملی ما که اون زمان آقای دایی سرمربی بود موفق نشد به جام جهانی 2010؟ یکی از اون چیزای خوبی این تیم الان نبود. این دو تیم اصلا قابل مقایسه نیستن. این تیم اون موقع و الان هم خیلی بازیکنهای بیشتری داره که تو اروپا داره بازی میکنه، به عنوان مثال مهدی طارمی که تو بهترین حالت داره بازی میکنه، تو بهترین لیگ، فورواردهای خیلی بین‌المللی این تیم داره، لذا شانس موفقیت این تیم از اون تیم خیلی بیشتره. دیگه اون موقع حداکثر بازیکنهای ما داشتن امارات بازی میکنه، الان ذخیره های مثل صادق محرمی دارن تو اروپا بازی میکنن، این تیم خیلی پتانسیل بالاتری داره. بعد نکته ای که داره آقای فیرات اون زمان که سرمربی سپاهان بودن و سایپا بودن، یه جمله جالبی داشتن، حالا من ایستا مهمون ما بودن تو خبرگزاری If you remember one... گفته بودن که فوتبال ایران میتونه از فوتبال ترکیه بیشتر پیشرفت کنه. دو علت داره، علت اولش ساختارهای سازمانی و نیروی انسانی بهتری میتونید تو فوتبالتون به خدمت بگیرید، بخش دومش هم زیرساختها اینفراستراکچرها هستش که فوتبالتون نرفت اونا رعایت بکنه. البته این دوتا رو رعایت بکنید، مطمئنم شما خیلی زودتر از ترکیه که حتی به اروپا نزدیکه، بهتر از ترکیه میتونید به سطح اروپا برسید. ترکیه تو رویاشه که خط حملهش مثل خط حمله شما باشه، همچین بازیکنایی داشته باشه. پیشنهادشون چیه به غیر از اینکه حالا بخوام برای پیشرفت فوتبال ایران پیشنهاد Your suggestion for progress of Iran. تنها توصیه که براتون دارن توجه به تیمای پایه است. من تعجب میکنم هنوز بازیکنایی که اون موقع تو سایپا برای من بازی میکردن اومدن و دارن بازی میکنن. یه برنامه 4-5 ساله اگه بخوایم بذارین با این بازیکنای 25-6 ساله‌ای که تو الان دارین چه میشن اون موقع 30 ساله، لذا تمام تمرکزتون رو بذارید روی تیم زیر 23 سالتون که بتونید یه تیم خوب داشته باشید برای جام جهانی. بعد سرمربی سپاهان بودن، بازی های سپاهان رو به عنوان یکی از مهمترین تیم های دیگه برای ایران دنبال میکنن، میدونن که تیمشون سپاهان صد نشینه و داره برای قهرمانی میلنگه. نظری در مورد سپاهان دارم؟ خوشحالم که آقای ساکتی اونجا وجود داره که دوباره برگشته، اون همه زیر و زبرهای مدیریت فوتبال رو میدونه، با بودن اون به عنوان مدیر تیم کار سرمربی خیلی آسونه، اونا شانس قهرمانی.